670 AM Simi Valley, Los Angeles. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران، مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 14 فوریه سال 2009 میلادی برابر با 26 بهمن ماه 1387 خورشیدی است و روز عشق، ولنتاینز دی. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN همراه با هانیبال کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. برنامه‌ای که با عشق رنگ و بوی خاصی پیدا خواهد کرد در طول این دو ساعتی که در خدمتون هستیم. دیگه خونه رم گل بارون کردیم، در خونه رم واز گذاشتیم، چای رم دم کردیم. بفرمایید تو که یک روز عشقی رو با هم شروع بکنیم. دوست دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل.
گه بری خانه دشمن، گه فشانی بر دوست. راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست. تو همه خوب من این نکته را به تکرار بگو. این دلاویزترین شعر جهان را همه وقت، نه به یک بار و به ده بار، به صد بار بگو. دوستت دارم را با من بسیار بگو، دوستم داری را از من بسیار بپرس. فریدون مشیری. آفتاب خبر. خب یاران، برنامه ای رو که با نام عشق آغاز کردیم ادامه بدیم و بعد بریم سراغ آفتاب خبرهایی که هفته گذشته شنیدیم و آنچه که به یادمون موند از تمام رویدادهایی که در سراسر جهان انجام شد. اجازه بدید که خبرهای بعدش رو ندیم امروز، خبرهای بعد بذاریم برای یه روز دیگه. بریم ببینیم که این کسانی که طی هفته گذشته یه قدمی، یه گامی برداشتن در راه نزدیکی، در راه دوستی، در راه صلح، در راه کارهای بهتر چه کردن. یکی دوست از این خبرها رو به شما بدیم و بدیم که روز عشقتون رو خراب نکنیم، چون که در تمام دنیا هر گوشش رو که سر بزنی، به هر مملکتی، به هر شهری بری، به هر جایی بری، حتما خبرهای غم‌انگیز زیاد هست. ولی مثلا یکی از خبرهای خوب، امیدوار کننده در واقع میشه گفت، از سوی حسنی مبارک در جمهور مصر اعلام شد که گفت ممکن است که هفته آینده توافقنامه آتش بس بلند مدت میان اسرائیل و حماس امضا شود. این خبری بود که حسنی مبارک روز دوشنبه داد بعد از اینکه با نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد. نقش مصر و تلاش هایی که به عنوان میانجی برای امضای توافقنامه آتش بس میان حماس و اسرائیل ایفا میکنه نقش قابل توجهی است و بگذارید امیدوار باشیم که یک آتش بس پایدار و در پی اون یک صلح عادلانه و پایدار در این سرزمین و بین این دو همسایه به وجود بیاد و همراه با تشکیل دو کشوری که در کنار هم بتونن زندگی آرامی رو داشته باشن شهروندانش. آقای نیکولا سارکوزی هم که بدون اعلام قبلی روز سه‌شنبه وارد بغداد شد و این سفرها و دیدارهای آقای نیکولا سارکوزی هم به گفته‌ای و به نقلی برای این هستش که بین سران مخالف و یا افرادی که در عراق با هم دیگه سر سازش ندارن نزدیکی بیشتری رو ایجاد بکنه. بگذارید به او هم امیدوار باشیم که داره کار درستی رو انجام میده در جهت برقراری صلح و آرامش در بخش دیگر از کشورهای جهان، یعنی در عراق که الان در پی این جنگ خانمان برانداز واقعا آسایش از شهروندانش گرفته شده. در ایران خودمون روز سه‌شنبه سالگرد 30 سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی بود و خب خبر خوش در این زمینه برای بسیاری از ما شاید این باشه که نسبت به سالهای گذشته تعداد کسانی که به راهپیمایی پرداختن در خیابانها خیلی کم بود و در حالی که آقای احمدی نژاد اعلام میکرد که ملت ایران یک ابرقدرت واقعی و حقیقی است، ولی خبرها این چنین بود که در راهپیمایی های سالگرد انقلاب اسلامی جمعیت زیادی برخلاف سالیان گذشته نبودن. هر سال هم گویا تعدادشون داره کم میشه.
خبر دیگری که بازم اون هم مثل این که توافقی است بین دو گروه برای نزدیکی و برای کنار زدن افراطیون مذهبی در کشور اسرائیل هست که در انتخابات پارلمانی کشور اسرائیل حزب میانه روی کادیما و حزب راستگرای لیکود هر کدومشون کرسی های تقریبا نزدیکی رو به دست آوردن. سیپی لیونی وزیر خارجه 28 کرسی و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 27 کرسی. صحبت بر سر این است که به جایی که برن و از احزاب کوچک توند روی مذهبی بخوان که با اونها بپیوندند و در واقع یک کدام از این دو گروه رو، یک کدام از این دو حزب رو تقویت بکنن برای اینکه ریاست نخست وزیری و کشور اسرائیل به دست بگیرن، قرار هستش که یک اتحاد ملی بین این دو حزب برقرار بشه، بین حزب لیکود و حزب کدیما، که خب بهتر از اون هستش که برن سراغ احزابی مثل شاس که در واقع از نظر بنیادگرایی و افرادگرایی مذهبی دست کمی از هیچ کدام از افرادگرایان دیگر جهان ندارند. در هر مذهبی افرادگرایی به باور من در واقع مردوده و اصولا حق دخالت در انتخابات و در دولت و تصمیم گیری های دولتی رو ندارن، ولی به دلیل مشکلاتی که در انتخابات کشور اسرائیل هست، احزاب کوچکی از این قبیل میتونن سرنوشت دولت‌ها رو تعیین بکنن. آقای ریچارد هالبروک، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، هم در امور افغانستان و پاکستان به پاکستان رفت و دیداری با مقامات پاکستانی در اسلام آباد داشت. خب ایشون هم گفته میشه که در جهت برقراری صلح، در جهت نقش کارساز داشتن کسانی که خواهان صلح هستند به این مناطق سفر میکنه. برای ایشون هم در چنین روزی اجازه بدید که امیدواری موفقیت داشته باشیم. نماینده آقای باراک اوباما در اروپا، جمهوری چک که در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا رو داره، درخواست تشکیل جلسه اضطراری رو کرد برای بررسی بحران اقتصادی جهان. البته این تاریخش هنوز قطعی نشده، ولی گفته میشه که این جلسه اضطراری حتما واجبه که انجام بشه و باید به داد صنایع مختلف اروپایی رفت و این بحران اقتصادی رو هر جور شده جلوگیری کرد ازش، یا به دادش رسید و یا راه حلی براش پیدا کرد. برای اونها هم آرزوی موفقیت بکنیم. و آقای باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در هفته گذشته یک نخستین دیدار کنفرانس مطبوعاتی خودش رو برگزار کرد و در اون گفت در جستجوی فرصت‌هایی است که با ایران آغاز به گفتگو بکنه و امیدواری که این فرصت‌ها در ماه‌های آینده فراهم بشه. خانم هیلاری کلینتون، رئیس وزیر خارجه، هم در جهت خواسته آقای باراک اوباما قدمشو پیش گذاشته و او هم در حال مطالعه است در این زمینه که با مشاوران خودش برای اینکه چگونه وارد این گفتگو بشند دارن صحبت میکنن. ببینیم که در این زمینه میخوان چه بکنن. طرح محرک‌های اقتصادی آقای اوباما هم در روز آخر هفته تصویب شد. هیچ یک از جمهوری خواهان به این لایحه رأی نداد، حتی یکی دو تن از دموکرات ها هم رأی مخالف دادن، ولی بالاخره تصویب شد و قرار است که با تقسیم بندی هایی که کردند و آرزوی موفقیت برای آقای باراک اوباما برای این کار، ببینن که چه گشادگی در کار اقتصادی امریکا به وجود میاد. در آخرین روزهای هفته خبر دادن که سازمان فضایی آمریکا ناسا اعلام کرد که یک ماهواره مخابراتی متعلق به شرکت خصوصی آمریکایی با یک ماهواره ارتباطی نظامی روسیه که از کار افتاده بود در فضا برخورد کردند و هر دو ماهواره منهدم شدن. این اولین خبر تصادف ماهواره‌ای در فضا بود و بعضی های کارشناسان ابراز نگرانی کردن که ممکنه قطعات پراکنده شده و ذرات ناشی از این تصادف مشکلاتی رو برای ماهواره‌های دیگر
ایجاد بکنه. یک خبر پایانی دیگر خدمت شما بدم از خبرهای خوب که میخوام بدم، چون خبر بد که مثل اون سقوط هواپیما اینا رو قرار شد امروز در موردش زیاد صحبت نکنیم، ولی یک نامه سرگشاده از گروهی از دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و کوشندگان ایرانی در سراسر جهان چاپ شده، منتشر شده، خطاب به جامعه بهایی ایرانی با تحت عنوان ما شرمگینیم، یک و نیم قرن سرکوب و سکوت کافی است. نامه بسیار زیبایی است و تعداد زیادی در حدود 145 اهل قلم، روشنفکر و نویسنده ایرانی زیر این نامه رو امضا کردند. در فرصتی دوست دارم که این نامه رو برای شما بخونم و ای کاش در زمینه های دیگر برای بی‌عدالتی‌ها و فشارهایی که بر سایر در واقع اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی هرچه در ایران وارد می‌شده، این چنین نامه‌هایی برای حتی ثبت در تاریخ هم شده منتشر بشه و از اینی که بسیاری از این روشنفکران در مقابل این واقعیت‌های دردناک گاه خاموشی و سکوت پیشه کردند، این مسئله باز بشه و حداقل دیگران و جهانیان بشنوند و بفهمند که در طول سالیان گذشته برای بسیاری از اقلیت‌های مذهبی و به ویژه بهائیان در ایران چقدر ستم شده. خب بریم و برگردیم و برنامه رو در خدمت شما دوستان ادامه بدیم. چای اول رو بریزیم. سه میلیون. چی میگی عمو جون؟ اسم بادی شاپو میگم. سه میلیون. حالا چی میگین؟ حالا شماره تلفنشو میگم. واه، مگه میشه؟ حالا که شده. دست اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0 0، در 5214 وست پیکو بولوارد. در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت بهره‌مند می‌شوید. واه، مگه میشه؟ حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0. دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%، 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866 444 6411. آقا، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟ بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمری‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کاملو دارم. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 کامران فرهومند در مورد منشأ برکت و موفقیت مالی از طریق نیروی آفرینش صحبت می کند. توجه شما را به این برنامه آموزنده جلب می کنیم. در این بخش به سراغ یک بانوی روانشناس میریم، خانم دکتر سعیده رضایی، و همونطور که به شما گفتم به دلیل اینکه امروز روز عشق هست، از ایشون که در زمینه‌های مختلف
تخصص ویژه دارند در مورد عشق و مسائلی که به اون مربوطه سوال میکنم. براتون خانم دکتر سعیده رضایی رو معرفی بکنم که ایشان تراپیست هستند، تراپیست خانواده و ازدواج در این و در ضمن در زمینه آموزش روابط جنسی ایشون لایسنس دارن و در واقع به زبان انگلیسی سکس تراپیست هستند و به زوجهای علاقمند و یا دچار مسئله در این زمینه کمک میکنن. همچنین خانم دکتر رضایی دکترای خودشون رو در زمینه هنجارهای انسانی گرفتند و در زمینه خانواده و فرزند کودکان نیز تخصص ویژه رو دارن و همطور که به شما گفتم از انجمن آمریکایی آموزگاران یا مربیان روابط جنسی لیسانس این کار رو هم گرفتن. خانم دکتر رضایی 15 سال است که در زمینهای مختلف روانی از قبیل افسردگی، هیجان‌ها، عصبانیت، روابط مختلف و اضطراب کار کردند و در سازمان یا مؤسسه بهداشت روانی هم جزو مشاورینشون به شمار میرن. خیلی سپاسگزارم که به من این وقت رو دادن و با صبح بخیر و سلام خدمت ایشون سراغشون میریم. خانم دکتر سعیده رضایی صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. سلام گرم من به خانم هما سرشار که در این روز سرشار از عشق با من هستن و همچنین شنوندگان عزیز خانه دوست. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر رضایی. اجازه بدید که صحبت خودمون رو با این پرسش آغاز بکنم که از دیدگاه شما که جنبه‌های مختلف روابط انسانی رو مطالعه کردین و در این زمینه کار می‌کنید، اگر بپرسم که عشق رو چگونه تعریف می‌کنید چه خواهید گفت در مورد عشق؟ عشق یک حالتیه که یک هیجان شدید، یک احساس شدید هستش و یک ایموشنال اتچمنت، یعنی یک مرحله‌ای هستش که یک رابطه عاطفی ایجاد میشه ما بین دو نفر. و جالب این هستش که محققین دانشگاه کورنل یه تحقیقی از طریق آزمایش خون از گروه های سنی و جنسی مختلف کردن و متوجه شدن در زمان عاشقی و مرحله اشتیاق و احساسات شدید یک هورمونی در مغز ترشح میشه که اسمش از اکسیتوسین. بله. که همون هورمون عشقه. بله. و این هورمون راه خودش از طریق مغز به مورک ها، سلول ها و بالاخره اعضای مختلف بدن میرسونه و اون پشن که ترجمه شده در دایره المعارف که همون احساسات و التهاب و هیجان شدیده به وجود میاد و در این موقع است که تمام تمرکز و توجه معشوق به معشوق و انرژی به قدری بالاست که همزمان میل به هماغوشی و ایجاد رابطه جنسی به حد کمال خودش میاد. و جالب این که خانم سرشار که آقایون زودتر هیجان زده میشن باز با آماری که گرفته شده، یعنی واکنششون به این هورمون اکسیتوسین سریع‌تره نسبت به کاملا یعنی در شروع پشن آقایون بیشتر هسته. بله. و مال خانم ها کمتره، یعنی اکسیتوسین هورمون عشق در آقایون بیشتر کار میکنه در رگ‌ها و مورک‌هاشون و در خانم ها کمتر، اما خانم ها طولانی مدت تر میتونن این اکسیتوسین رو در بدنشون نگه دارن. شنیدم که خانم دکتر رضایی ارتباط نوع ارتباطات مختلفی که بین انسان ها هست، یعنی بین زن و مرد هست یا افرادی که عاشق همدیگر هستن، به وسیله حتی مثلا تماس یا ملامسه یا مثلا کلامی که خودمون به زبان فارسی میگیم ناز کردن و یا در آغوش کشیدن هم ترشح میشه در بدن انسان ها، درسته؟ کاملا درست گفتیم. باز با تحقیقاتی که شدی که از قسمت هایی که واقعا میتونین اکسیتوسین به مرحله بالا در بدن توضیح بده و تشریح بکنه این هستش که ترشح بکنه نه. این هستش که نوازش ماساژ. ماساژ یکی از راه‌هایی هستش که سلول‌های بدن حالت دفاعی خودشون از دست میدن، یه حالت آرامش در بدن ایجاد میشه. و بویایی یکی از حس‌هایی هستش که میتونه در عشق بازی دو نفر کاملا مؤثر باشه
ولی ما باید در تمام مرحله نوازش و بویایی و عشق‌بازی آگاه باشیم. آگاهانه این رابطه را ایجاد بکنیم. خب حالا من سوالم از شما که در زمینه رابطه جنسی تخصص هم دارید و این بخشی از کاری است که شما انجام میدید، یعنی سکس تراپیست هستین، این پرسش رو بکنم که فرق عشق و هوس در واقع میشه گفت یا سکس یا رابطه جنسی با هم چی؟ آیا این دوتا مکمل همن؟ آیا متفاوتن با هم؟ آیا این چیزی که در زبان فارسی ما بهش میگیم عشق عرفانی، عشق روحانی، عشق در واقع بدون رابطه جنسی، آیا وجود داره؟ باید باشه؟ چگونه است این دو؟ بله بله، ما میتونیم به اینجور به این مسئله نگاه بکنیم که وقتی که پشن که اون احساسات شدید هستش، بله، میتونه جا به جا بشه به یک کامپشن که یعنی یک انس و الفت و یک نواختی، هم البته من بهش خواهم گفته، ایجاد میشه در یک رابطه. این کامپشن که الان ما میدونیم که بیشتر در رابطه زناشویی وجود داره، یک حالتی هستش که اون انس و الفت و مهربانی و مهر ما بین زن و شوهر هست. و بعد من دو تا تمرین میدم، یکی تانترا هستش. این تانترا تمرینی هستش که اگر واقعا کسی نخواد اون عشق بازی جسمی رو داشته باشه، میتونه به وسیله نگاه کردن در چشمان یکدیگر، در کنار یکدیگر نشستن و انرژی رو رد بدل کردن و با همون نوازش این عمل رو برای مدتی ادامه بده و باور نکردنی فرکانس انرژی ما بین دو نفر بلا فاصله بعد از ایجاد اینا با تمام تحقیقات هستش به مرحله بالای خودش میرسه. یعنی یک رابطه عرفانی که چهارم قشنگ گفتی در همون زمان به وجود میادش که دو نفر فقط در مرحله مهر هستن. چقدر خانم دکتر رضایی به نظر شما عشق و در کنار اون رابطه جنسی به طور مجزا یا به اتفاق در پایداری یک زندگی زناشویی میتونه مؤثر باشه؟ خیلی جالب هستش که باز من چون خیلی تحقیق کردم، 20% از مردم تونستن هم پشن و هم کامپشنو، یعنی همون احساسات و هیجان شدید و هم انس و الفت و مهر رو در رابطه زناشویی نگه دارن. پس بنابراین یک فانتزی نیستش، یه حقیقت هستش و ما چه فقط راههایی داره که چی کار بکنیم که بتونیم این امر ممکن رو روزانه تمرینش بکنیم. اولا اینکه من عشق و رابطه دو نفر رو به یک گیاهی تشبیهش کردم، به این صورت هستش که اگر ما یک گیاهی رو که خیلی دوستش داریم، الان هم چیز هستش، دوره نرگسه، بله، نرگس شیراز، ببینید چقدر این گیاه قشنگ هستش. زمانی که شروع بکنیم بهش برسیم، آب بدیم، باهاش حرف بزنیم، نوازشش بکنیم، در جایی بذاریم که نور بخوره، این گیاه و این گل به زیباترین مرحله خودش میرسه. چه زیبا بله. پس بنابراین زندگی زناشویی رو اگر ما به یک گل نرگس تشبیهش بکنیم، وقتی که بتونیم روزانه، خیلی باید اینجا کانسیستن باشیم، یعنی خیلی باید با پشتکار و مرتب و خیلی مسئولانه و متعهدانه اینو هر روز بتونیم آبیاریش بکنیم، هر روز بتونیم نوازشش بکنیم و باهاش حرف بزنیم. و موقعی هم که باهاش صحبت میکنیم، خانم محمد سرشور، خیلی مهمه که دنیای درونی گل نرگس رو بشناسیم، در ضمنی که به دنیای درونی خودمون هم واقف هستیم و یادآور بشیم که این دوتا دنیا با همدیگه میتونن هماهنگ بشن، نه اینکه با همدیگه جنگ و ستیز داشته باشن. متوجه. خانم دکتر رضایی، شما با توجه به تجربیات 15 سالی که در این زمینه دارید، در ارتباط با مراجعین مختلفی که داشتین، حتما هم مراجعین ایرانی دارید هم مراجعین غیر ایرانی، به نظر شما یکی از اساسی ترین مسائلی که در ارتباط بین زوجهای ایرانی احتیاج به
کمک، احتیاج به فکر، احتیاج به تغییر داره در اینکه این رابطه همون رابطه بشه که شما میگید، یعنی همراه با عشق و همراه با اون سلفت هر دو و مهربانی، چیه؟ چه مشکلی اساسی رو شما میبینید در این رابطه ها؟ بزرگترین مسئله که هستش تابوهای هستش که ما ایرانی ها داریم. یعنی اون پیام های گذشته که به ما داده شده، که به قول معروف سینه به سینه گشته و ما فکر میکنیم واقعا رابطه عاشقانه و رابطه جنسی با معشوق یا با همسر یه چیزی هستش که در کتاب ها نوشته شده. و شاید اگر ما بخوایم اینو تمرینش بکنیم ممکنه با اون گیلت و شیم، یعنی احساس گناه، خجالت و یا شرم داشته باشیم. این در جامعه ما بسیار بسیار زیاده و باور نکردنی. من کار میکنم متوجه هستم که حتی ما از قسمت های مختلف بدن خودمون بیخبر هستیم که هر کدوم از این ارگان های مختلف چه اعمالی رو انجام میدن، چه هورمون هایی رو به وجود میارن و چگونه میتونن اینها یک مقدار اون حالت اشتیاق رو در ما به وجود بیارن. حساسیت مثبت بدن های انسان ها با دیگه فرق میکنه. و این آگاهی چون به خاطر همون تابویی که ما داشتیم زیاد نبوده و اولین معلمین ما دوستامون بودن. درست. و واقعا ما معلمینی نداشتیم برای یاد. درست درست. یعنی در شرایطی که بین یک زن و شوهر و یا یک زوج مشکل ارتباط عاطفی و مشکل ارتباط جنسی وجود داره، حضور افرادی چون شما، حضور کسانی که به عنوان تراپیست یا سکس تراپیست هستن، میتونه کمک بکنه که از نو این رابطه سالمتری بشه بینشون و نزدیکتر بشن با هم از هر لحاظ، با شناخت ها و با اطلاعات آگاهی که از شما میگیرن. درست متوجه شدم؟ کاملا همین هستش. کاملا همین هست. بسیار عالی. پس پیام شما به زوجهای جوان و زوجهای نیمه جوان و کمی مسن‌تر این هستش که به فکر بیفتن ها اگر مسئله در این زمینه دارن. من فکر میکنم اولین چیز همون چکاپ روانی هستش. یه چکاپ کوچیک شخصی بکنیم ببینیم واقعا اون پرچم قرمز هستش یا پرچم اورنج داره تبدیل به قرمز میشه. متفهم. اگر واقعا اون پرچم هستش چقدر عالی، اینقدر کمک میتونیم بگیریم و چرا که این کارو نکنیم. و اتفاقا من چون که فکر میکنم که یه چیز اساسی در جامعه ما ایرانی هستش و من خودم رو مسئول میدونم، یک گروه های رم گذاشتم، این ورکشاپ های گذاشتم که از پنجشنبه 25 شروع خواهد شد و البته خیلی انتمت خواهد بود، یعنی واقعا گروه 4-5 نفر رو بیشتر نمیبینم. بله. و اینکه با فیمل، با خانم ها میخوام شروع بکنم و بعد اون وقت همسرانم دعوت بکنم. چه گام تازه و پیش تازانه ای رو انتخاب کردین. در جامعه ایرانی براتون آرزوی موفقیت میکنم. اجازه بدید که به شنوندگانی که الان صحبت من رو با شما گوش میکردن این آگاهی رو بدم که شما یک سایت دارین، www.srezaiphd.com، srezaiphd.com. و اگر که به سایت خانم دکتر سعیده رضایی تشریف ببرین اطلاعات بیشتری در این زمینه میتونید بگیرید و از کمک و همراهی ایشون هم میتونید بهره بگیرید. شاید یکی از بهترین هدایایی که میتونی یه زوج به همسر خودش الان بدینی که شما به کلاس شما بفرستنش اگر که در این روز ولنتاین مسئله و مشکل دارن. با کمال خوشحالی من هدیه رو قبول میکنم و دوست دارم که واقعا بتونم کمک بکنم به دوستان عزیز. در کارتون موفق باشین خانم دکتر رضایی. میدونم که گام در واقع گام تازه‌ای رو در جامعه ایرانی شما برداشتین و به عنوان یکی از پیشتازان در این زمینه به شما تبریک میگم که این چنین در جهت آگاهی دادن و کمک به جامعه ایرانی کار فوق‌العاده جالب توجهی رو شروع کردین. مرسی از شما، واقعا برای شما بهترین روز آرزو دارم، همچنین برای شنوندگان عزیز، و این روز قشنگ آفتابی رو هممون جشن میگیریم با هم دیگه، با هم دیگه و با مهر. بله، روز عشق به شما هم مبارک و شاد باد. مرسی مرسی. روزتون بخیر خانم دکتر سعیده رضایی. خدا حافظ.
امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم چراغ قصه درد و واسه فرما نذاریم. یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم چراغ قصه درد و واسه فرما نذاریم. عزیزان همه با هم بخونیم که امشب شب عشقی، که امشب شب عشقی، بخند غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. او تو سوپوسی، یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی. استاکومیتو استاسابوروس، اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com. شرکت محصولات غذایی گلچین، گلچینی از بهترین مواد غذایی را در سراسر آمریکا و کانادا برای سفره شما فراهم کرده است. گلچین، بهترین بهترین ها. چین 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 گلچین. الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟ بله بفرمایید. قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟ سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870 Only for limited time 0% finance charge. انسینو لند روور. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. با گلاویج معتمدی.
شرمنده شمایم که از عشق جدایتان می کنم و به انقلاب می برم. در همدردی با همه کسانی که عزیزی را در طول 30 سال انقلاب از دست دادند. همه آنها که عشق سرچشمه تمام زندگیشان و لذتهایشان بود و کانون همه دردهایشان شد. با آنها که فرزندی، پدری و عشق بزرگی را در انقلاب از دست دادند، برمیگردیم به 30 سال پیش. نفس در هم پیچیدن تومار رژیمی که قابل تأیید یا قابل قبول نبود، سبب دلخوشی من شد و باعث روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه. میگویند مستضعف به معنای کسی است که بضاعت ذهنی ندارد. با این حال من با آنها که کارها را به دست گرفته اند بیش از لشکریان مستضعف امام احساس بیگانگی می کنم. کسانی که با کلمات آخوندی و لحنی دریده و گستاخ تمام روز مشغول عربده کشیدن و ناسزا گفتن هستند. از کتاب در حذر نوشته خانم امیرشاهی که انقلاب را به صورت وقایع نگاری بسیار زیبایی به تصویر کشیده است. میگوید روی کار آمدگان با بالا رفتن زورشان و قدرتشان، طمعشان و بیرحمیشان هم فزونی یافت. شورایی به نام انقلاب تشکیل داده اند از افرادی بینام و نشان که در اتاقهای بینشان می نشینند و به سادگی آب خوردن حکم اعدام نشانداران را صادر می کنند و به سرعت آب سرکشیدن احکام را به اجرا در می آورند. آنچه درباره شورای انقلاب می شنویم ترسناک است و آنچه از نتیجه کارشان می بینیم وحشتناکتر. دلم از کینه انباشته است، کینه به اینها که جوهر کینه توزی هستند و به من کینه داشتن را آموختند. مگر شما انقلاب نکردید که شکنجه نباشد، یا انقلاب کردید که خودتان شکنجه‌گر شوید؟ وای که درد این خشونت‌ها وقتی جان‌گدازتر است که سرنوشت آشنایی، خیشی و دوستی مطرح می شود. نامه‌ای برای جلوگیری از اعدام او نوشته ایم. اما روزنامه نگاران انقلابی، آزادی خواهانی که به جنگ سانسور رفته بودند، قلم به دستان جدید الاسلام بعد از 100 استخاره حاضر به چاپ آن نشدند. خبر مرگش در کاسه سرم می شنوم. به نظرم می آید چیزی اونجا می شکند که بس زدنی نیست. دلم چون سرب در سینه سنگینی می کند و اشکم بند نمی آید. گفتند محارب با الله هست و مفسد فلعرض. با هیچ کس سر جنگ نداشت و با ناپاکی بیگانه ترین بود. نامه خداحافظیش را می خوانیم. جدا شدن از یاران یگانه و فرزندان دردانه، با ذهنی که می داند چه از دست می دهد، حسی که آگاه هست چه می بازد و قلبی که حاضر نیست فرمان مغز را بپذیرد و با اون می ستیزد تا به این همه بیش از توان من است و مرا پیشا پیش می کشد. آدمی نمی خواهد این جهان را ترک گوید. محازا من ناگزیر تا چند لحظه دیگر عازم جهان مرگ می شوم. دیگر چه مانده است که انجام دهم؟ مشکل ترین کارها باید عزیزانم را ترک کنم. خدای من نیروی چنین سفری را از کجا بیاورم؟ بی غم خار و بی یاور. با این حال بر من دل مسوزانید. ساعتی دیگر من از همه شما خوشبخت در خواهم بود. من می میرم اما عاشق می مانم، عاشق همه شما و مؤمن به همه اعتقاداتم. اون یار دیگر را هم کشتند، انسانی صمیمی، پاک دل، هوشمند و درستکار. او نوشت من زندانی سیاسی هستم. هیچ کار نکردم که موجب سرمشالی یا سرفکندگی باشد. وجدان من آسوده است. مادر عزیزم چقدر دلم می خواهد غمی را که من بر دلت نشاندم تسلا بخشم. اما پسران اگر بخواهند شرفشان را مردانه حفظ کنند، گاه ناگزیرند موجب غم مادران شوند. تا
تمام شب را با مرده هایی که دوست داشتم که می شناختم و اونها که ندیده بودم و نمی شناختم یا دوست نداشتم سپری می کنم. بدنهاشان کبود و سرد و جای زخم گلوله روی سر و صورت و سینه هایشان دهان گشوده است. چطور بیدار شوم؟ کابوس ها در بیداری بسی دلخراشتر و سهمگین تر از کابوس های در خواب است. چند هفته گذشته را مثل خوابی طولانی و ترسناک گذراندند. چرا هیچ کس چیزی نمی گوید، اعتراضی نمی کند، صدا از هیچ کس در نمی آید. اما چه بگویند؟ به کی بگویند؟ کدام مرجع؟ کدام مقام؟ وقتی ملتی می گوید من مهجورم و قیم لازم دارم، اختیاری هم برایش می ماند؟ ولایت فقیه تصویب شد. مردم انقلابشان را کردند، این هم ثمراتش. اما کدام مردم؟ من این مردم را نمی شناسم. مردمی که پا را به تجاوز بر می دارند و در سر نقشه تهاجم دارند از من دورند. مردمی که دستشان چنگ است و دلشان از سنگ با من نیستند. مردمی که در چشمهاشان به جای حیا آشنا بی‌شرمی بیگانه جان دارد. زبانشان که در عوض شعر شیرین بار تلخ شعار گرفته است. این عربد جویان از کجا آمده اند؟ به کجا می روند؟ از خاک این ملک چه می خواهند؟ به سرنشینان این سرزمین چه می گویند؟ می گویند انقلاب؟ انقلاب از هر گلوله‌ای کارگرتر است. انقلاب از هر جنگی کثیف‌تر است. از هر فاجعه‌ای خونبارتر. کلمه انقلاب می کشد. میلیون‌ها به خاطرش مردند. انقلاب جز خفقان رهاوردی ندارد. میلیون ها تجربه اش کرده اند. انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب فاشیستی آلمان، انقلاب فرهنگی چین، کدام از اینها الگوست؟ الگوی انقلاب مذهبی ایران. دوران انقلاب فرانسه 12 ماه به درازا کشید و 38,000 جسد به جا گذاشت. خونریزی ها 5 سال ادامه داشت به قیمت جان 3 میلیون. انقلاب روسیه استالین را حاکم کرد. آمارگران می گویند در تصفیه های استالینی 2 میلیون مردند. پای گذار انقلاب آلمان هیتلر بود. زندانبان 1 میلیون زندانی، مبتکر اتاقهای گاز، مخترع اردوگاه های شکنجه، باعث جنگ جهانی دوم، عامل قتل 38 میلیون انسان. ماتستونگ انقلاب فرهنگی چین را به راه انداخت. اگر رنگ فرهنگ را زدود، در عوض زمین را رنگین کرد. با ریختن خون میلیون ها زن و مرد، بعضی می گویند 20 و بعضی 60 میلیون. چه دستاوردی، کدام تحفه‌ای به ریختن تنها خون میلیون ها تن می ارزد؟ چه نتیجه‌ای جواز گرفتن جان این همه انسان را صادر می کند؟ آزادی؟ کدام آزادی؟ انقلاب مگر آزادی هم ارمغان داشته؟ آزادی فرانسه سالها سال پس از انقلاب و با اصلاحات به دست آمد. آزادی تا همین چندی پیش در نیمی از آلمان کلمه‌ای بود بدون مفهوم. آزادی در شوروی هنوز افسانه ایست دروغ و در چین دروغی است داستانگون. کوتاه بنگریم به دستاوردهای انقلاب مذهبی در ایران که الگویی است از همه انقلاب‌ها و تبع آن بعد از 30 سال هنوز نخوابیده است. به کمک جواب‌هایی که لسان الغیب به خانم امیرشاهی نیت 30 سال پیش ایشان داده است. هرگز کسی تعداد کشته شدگان و جانباختگان جنگ 8 ساله ایران و عراق را ندانست. جنگی که به همون اندازه جنگ جهانی بر ملتی کوچک خسارتی گران وارد آورد. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود. اون روزها گفتند و ما پذیرفتیم متهم قبل از محاکمه و بدون محاکمه محکوم است. تصفیه، بازداشت و اعدام. حتی نوبت به خود تصفیه کنندگان هم رسید. تصفیه تصفیه کنندگان. جان و روا نباشد خونریز را حمایت.
انقلاب فرهنگی آغاز شد وقتی همه اعضای محترم کانون صاحب قلمان به خدمت خمینی رسیدند. ایشان هم به خدمت همه رسید. نویسندگی در اسلام نبوده، فقط تفسیر قرآن بوده. با تعطیل دانشگاه ها ادامه یافت، با تصویب قانون مطبوعات روزنامه ها تعطیل شد و با اعلام ممنوع القلم ها اکثر روزنامه چی ها که به آنها خدمت کرده بودند از کار برکنار شدند. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، دولتی که رئیس جمهورش بار سنگین و فراموش نشدنی همه گناهان هیتلر را بر دوش مردم ایران گذارده و مأمورانش زندانبان 75 میلیون افراد ملتند. دومین مقام اعدام در دنیا را دارد، اما تنها برگزار کننده مجازات های سنگسار و تازیانه در ملأ عام است و مخترع اعدام جوانان روی تیر چراغ برق، بلدوزر و چارچوب پنجره ها. سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. آیا آنها که از پی آزادی بودند انقلاب را خواستند؟ آنها که آزادی را می شناختند به پیشباز دشمنان آزادی رفتند؟ بدبخت تاریخ، تاریخ ناتوان، تاریخ بیهوده، تاریخی که هرگز درسی نمی دهد، هرگز شاگردی ندارد. نمی دانم همه چون من در حیرتند، چون من سرگردان در جدال، در پرسجو، یا فقط منم که در میان یاران غریبم، تنها زندیق منم در مجلس زاهدان، تنها اسیر در جمع آزادان، تنها ایرانی در محفل مسلمانان. برای جواب به سوالات خانم مهشید امیرشاهی و برای جبران و کاستن از تلخی این همه واقعیت دردناک در روز جهانی عشق به سراغ لسان الغیب می رویم، با زبان زنده یاد سعیدی سیرجانی نیت می کنیم. آیا بود محال تو را داشتنی آرزوی محال؟ جواب: از پا نمی نشینم تا دور غم سرآید، یا جان برآیدم یا جانانه بر درآید. شرح جفای جانان با خواجه دوش گفتم، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورآید. گفتم جفا کند، گفتم گفت رسم وفا بیاموز. گفتم خدا کند، گفت کین قصه هم سرآید. گفتم خیال او، گفتم وصال او، گفت این هم میسر آید. آیا بود محال روزی به آزادی در هوای تو نفس کشیدن؟ این هم میسر آید، این قصه هم سرایت. برای رسیدن به آرزوی محال چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. تاریخ مرگ و ماتم است، تقویم کهنه روی میز، هر برگ آن را پاره کن، میان شعله ها بریز. باید قلم گرفت به دست، تقویم تازه نوشت. باید که تن نداد و رفت به جستجوی سرنوشت. هر برگ این تقویم درد، روز دروغ و شیون است. تاریخ ما، حضور ما، در دست تو، دست من است.
بر ما هر آن چه که گذشت تاریخ ما نبود و نیست، آغاز ما عمر زمین با خلقت دنیا یکیست. تا کی به فکر معجزه در انتظار حادثه، سوار سرنوشت توی پشت قبار حادثه، تا کی به ظلمت گم شدن جادو شدن زانو زدن، خدا ندارد احتیاج به نظر تو نیاز من. تقویم در دو تفرده ما را به حسر سنگ بود، این قوم در خود گم شده از ذات خود شکست خود، این کهن تقویم قریب تکرار تاریخ عذاب بی ابتدا و انتها، باید جهان را تازه دید، رفت و به فرداها رسید، برای یک آغاز نو نباید انتظار کشید، به اعتماد دست هم باید گرفت از نو قلم، دوباره خط زد و نوشت از ابتدا قدم قدم، تاریخ مرگ و ماتم است، این کهنه تقویم غم است، بی ترس دوزخ یا بهشت از زندگی باید نوشت. دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955. شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. آماندا age 3، تایلر age 8، ماریسا age 4.5. We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts. Shaniqua age 14، Ryan age 9. But this isn't about cold statistics. It's about saving kids. Terrell and Jamal, age 6 months. Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling. Alexander, age 7. If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council. You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. دیدار دوست با هادی خرسندی.
آقای هادی خورسندی، سلام بر شما. سلام، بنده دکتر کلابوقی هستم و برنامه قاسا و گراسا رو بی معطلی شروع میکنیم. بفرمایید شنوندگان اول. شنوندگان عزیز روی خط، سلام آقای دکتر. الو الو آقای دکتر، شطوری هستم عاشق میشه. در این روز والنتاین میخواستم، درد دلی دارم و هر جا من شطوری میبینم آقای دکتر، حالا نر و مادهش هم فرقی نمیکنه، هر شطوری که میبینم کوهانم به تپش میفته. اما متاسفانه ساربانی دارم که خیلی سختگیره و در چنین مواردی محکم افسار منو نگه میداره و نمیگذاره من جفت و خیزی بکنم، ولی بالا بپرم پایین، و خلاصه نمیگذاره که من خودمو به وصال آن شطور برسنم. حالا بقیده شما آی دکتر، من با این ساربان بی احساسی که هستن عشق رو نمیفهمه چه کنم؟ الو جواب، الو الو شطور جان، به نظر میسته جنابالی از اون دست مردان و شطورانی هستید که فرق عشق رو با جفتگیری نمیفهمید. عزیز من، شطور من قربونه دارم، آدم تو که شطور میبینه که نباید بپره هوا. آخه عشق یک معنی معنوی و والا هم داره. آخه قربونه شما برم عزیز من. بله نه جانم، نه عزیز من، قربونه دارم و میگم تکه کلام من عزیز من، نظر خاصی به شما ندارم. نه نه عزیزم، شما به یه سکس تراپیست برو چکنید. آقا اینو همین الان نوشتی؟ نه سکس تراپیست چه اضافه کردم؟ دکتر کلابوقی میگه ای بابا اصلا میریم روی خط بعدی قاسا و گراسا. نه اصلا خواهم بگذاریم، این دکتر کلابوقی ما امروز اصلا جا زد دیگه، حاضر نیست بره روی خط. این چطوره اصلا چشمش ترسون؟ والنتاینتون هم مبارک. به قول شاعر میگه که والنتاین روز عشق و عشق بازی است، حقیقی نیست البته مجازی است. کجا یک عاشقی این ادعا کرد که حق عشق یک روزه ادا کرد؟ تو سرما میخوری یک هفته باید بخوابی تا مگر وقتش سرآید. چگونه عشق را با آن تب و سوز توان دینش ادا کردن به یک روز؟ اگر داری خیال رفع تکلیف، بده 50% نیز تخفیف. همان یک روزه را هم نیمش کن، به کادو دادنی هم بیمش کن. بکن با یار عشقی نیمه کاره، بگو باید که برگردم اداره. ولی گر عاشقی را میشناسی، اوایت با والنتاینش بلاسی. نمیمانی که تا یک روز در سال، زنی زنگو کنی عشق و دهی حال. چو مجنون عاشق لیلا بمانی، در اوج بی زمانی بی مکانی. که درد عاشقی مدت ندارد، غمش روز و شب و ساعت ندارد. زمان عشق انسان مختصر نیست، بله عشق است این سیزده به در نیست. بله خانم بشار، دست شما. سلام بر شما. ما ببینید آقای خورسندی، ما همه خنده ها رو جمع کنیم آخر میخندیم، برای اینکه مثل اینکه موقعی که ما میخندیم تو استودیو با صدای شما مخلوط میشه، اوقات بعضی شنونده ها خلاص من تشویق میشم، ولی این دفعه میدونم شعری که میخوام بخونم خندم نداره. نداشت الان نه. آره یکی دیگه میخوام برات بخونم. یکی بخونید ببینیم. این بلنده، اینو پارسالم براتون هر دوشو خوندم والنتاین، سال دیگه هم خواهم خون. بگذارید که سال به سال حداقل برگردیم به اون چیزی که رویه مرضیه. بفهمید. بله، عرضم به خدمتون که این تعریف عشق هست و هر جاش که زمان ما به سر آمد شما یک اشارهی بکنید یا به قول هموطنانمون یک اینتی بدین، من درس میگیرم و بقیهش میتوریم برای تاریخ. خیلی ما یه دو سه دقیقه زودتر میخواییم برنامه‌تون تموم کنیم، چون می‌خوایم یک دونه آهنگ قشنگ مامانی رو به شما تقدیم کنیم بعد از برنامه‌تون، از یکی از این خواننده‌هایی که دوست دارین. میدونم. به به. حالا بعدم دقیقاً زودتر شروع کردین. بله بله. بفهم. گوش
گفته بودی عشق را تعریف کن، حال بشنو گوش خود را قیب کن. باغ زیبایی خیلی باغ عشق، با صفا جایی خیلی باغ عشق. جویباری هست در باغش روان، آب آن از اشک چشم عاشقان. عشق دستور زبان زندگی، تک سؤال امتحان زندگی. عشق پروازیست بر اوج جهان، هشت فرسخ آن ور هفت آسمان. می روی آن سوی عالم مستقیم، می شوی دور از خدا ده متر و نیم. می پری از بیکران تا بیکران، زیر پایت جمله پیغمبران. بذار همشون با هم سو کنم. میپری از بیکران تا بیکران، زیر پایت جمله پیغمبران. ارتفاعی بر فراز خودکشی، نه ببخشید ببخشید خط بدونم، ارتفاعی بر فراز دلخوشی. آن سوی افسردگی و خودکشی، یعنی کسی که از عشق خودکشی میکنه دروغ میگه. عشق خودکشی نداره، عشق افسردگی نداره. شکست در عشق هم خودکشی و افسردگی نداره. خانم سرشار، بله. ادبیات ما، این شعرهای حافظ، این شعرهای سعدی، این چشمه های پرشور و پرجوش هنر، اینا هجران رو داره میگه. اینا داره درد دوری و شکست رو میگه. کدوم غزل حافظ یا شعر سعدی میگه آقا دیشب خیلی خوش بود؟ بنابراین هجران شکست در عشق و ارزم به خدمت، اصلا قدرت خلاقیت شاعر میبره بالا. بنابراین میخوام بگم که خودکشی، افسردگی، خودکشی حال خیلی اقراقه، افسردگی و این چیزا نداره. ارتفاعی بر فراز دلخوشیست، آن سوی افسردگی و خودکشیست. مثل زنبور است عشقن در مثل، هست نیشش نیست شیرین چون اصل. عشق یعنی که جمال یار من، یار شیرین خلق و شیرین کار من. عشق سیاسی میشه خانم من، بفرمه. عشق یعنی استقامت داشتن در بتونهای اوین گل کاشتن. خانم یک زندانی سیاسی برای من میگفت که چطوری برای عیدش باید نمیدم یکی دوتا لوبیا یا گندم لای درز دیوار سلولش در اوین سبزه درست کردم. اینها هست، اینها اتفاق میفته، اینها که من تو این شعرها میگم مبنا داره. عشق یعنی استقامت داشتن در بتونهای اوین گل کاشتن. عشق در سلول مهمان بودن است، بحر آزادی به زندان بودن است. مثل استانلو، عشق در سلول مهمان بودن است، بحر آزادی به زندان بودن است. و هزاران زندانی سیاسی دیگه. عشق یعنی با دهان بسته قرص خوردن شلاق خشم بازپرس. عشق جانی خسته اما سرکش است، پوزخندی بر گروه آتش است. عشق یعنی پایداری در وفا، چه گوارایی شدن تا انتها. دولت عشق از تلاطم ها جداست، بی خیال توطئه یا کودتا. عشق یعنی آنچه در بازار نیست، دیر و مسجد را به کارش کار نیست. عشق بیزار است از کل لشوش، شارون و بن لادن و میمون و بوش. میمون احمد نژاد. عشق گاهی کاغذ است و خود نویس، لرزش دست من و شعری سلیس. عشق یعنی جوهر خودکار جان، می تراود تا که بنویسد روان. عشق یعنی درد مردم در سخن، مثل شعر بهبهانی طنز من. زمین بهبهانی کافیه؟ عالی. چیستی آغاز و پایان جهان؟ عشق آغاز است، پایان هم همان. چیست میل زندگی در جان ما؟ نیست
واجب طرز آب و نان ما این همان عشق است، این همان عشق است، ذات و ژن شده در هوای آدم اکسیژن شده، این همان میراث میلیون سال هاست، اولین حس نئاندرتال هاست، اسرای اولیه عشق یعنی شاه بیت یک غزل، شاعرش انسان و تاریخش ازل. به فکر کنم دیگه وقت نداره. به 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 چقدر زیبا بودین، چقدر زیبا بودین مثنوی شما. عشق گاهی هم خصوصی میشود، پرز عطقی دیده بوسی میشود، دردها با هم تلاقی میکنند، بعد هم اعضای باقی میکنند. اگه شما نمیتونین گوش بدین، گوشه میده خانم رضایی. نه ما میتونیم گوش بدیم. دست ها با هم تلاقی میکنند، بعد هم اعضای باقی میکنند، در نفس ها لرزه در تنها تکان، تا جرقه برزند آتش به جان. عشق بازی را هزاران ارزش است، لذت است و نرمش است و ورزش است، گاه مثل ژیمناستیک است عشق، افتخار هر المپیک است عشق، عاشقا دریاب نیروی درون، گر که غافل بودی از آن تا کنون، وزن برداری بکن گردن فراز از ابوالفضل و بقیه بینیاد. آخه اون رضا زاده گفتم ابوالفضل راست میگه. خب میخواین که دیگه کتابی ها کتابی ها وقت نداریم، میخواین براتون یک دونه آهنگ قشنگ از این بانوی بانوی همیشگی موسیقی ایران که شما نخه مرضی خانم، مرضی خانم خودتونه. بله. چقدر عالی، پس بذاری به افتخار مرضی سه بیت آخرم هم بخونی. می شود با عشق کلی کار کرد، این مربوط به اینه که آب دارن می بندن توی آرامگاه کوروش. می شود با عشق کلی کار کرد، کوروش از خوابی گران بیدار کرد، کوروش آسوده نخواب آب آمده، تا حدود دشت مرغاب آمده، چون که اسلامی نبود اصل شما، آب باید بست بر قصر شما، من نه پاسارگاد باشد مشکلم، بر روماتیسم تو میلرزد دلم. خانم انسانی تر فکر میکنم، ساختمانی تر. دارم من نه پاسارگاد باشد مشکلم، بر روماتیسم تو می درزد دلم. دست شما در نکنه، نرید آقا گوشی رو نزن زمین گوش بدی. مشکل پسنده
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel, Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m. آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم. $335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092. با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید. valenciabmw.com. دوری ها و دلگیری ها با دکتر صدرالدین الهی. یاران، همکار و دوست ما دکتر صدرالدین الهی در این روز عشق و روز ولنتاین از معشوق خودش میگه. با هم بدیم گوش بکنیم ببینیم این معشوقی که دکتر الهی این چنین با التهاب از او صحبت میکنه کیه. معشوقه دکتر صدرالدین الهی رو هم شناختیم، قلمش و اون روزگاری که دست درد شدیدی داشتن، دکتر الهی این مقاله فوق‌العاده زیبا رو و این درد دل زیبا رو با قلمش می‌کردند و دیدیم که معشوقه دکتر صدرالدین الهی کیه. حالا بریم از بانوی شعر امروز ایران، بانوی بالنده شعر امروز ایران، سیمین بهبهانی بشنویم که او در مورد یکی از عشق ورزیدن‌ها و عاشق شدن‌هاش چه می‌گی؟ آه عشق ورزیدم، آه عشق ورزیدم با چگونه حیوانی، در چگونه کابوسی یا چگونه هذیانی. خواب بود و بیداری، اشتیاق و بیزاری، در جدال و آمیزش دستی و گریبان. نفرت و محبت بود، انزجار و لذت بود، با غزال خوشنقشی مرده در بیابان. وای حال قی دارم، تا چه شد که در مستی آب گند نوشیدم در بلور فنجان. آب شعله می شاید تا پلید پالاید، تن فکندنم باید در تنور سوزانی. کاش مار میگشتم، پوستوار میهشتم، میگریختم از خود با تن درخشان. نه که کهن شمشیری زنگ خورده را مانم،
با خلاف ممزوجی، از خلاف اوریانی. می گریزم اما تن پیش می دود با من، تن من است و من از تن خسته‌ای گریزان. آه عشق برزیدم، سکه را درو دیدم، روی نقش جبریلی، پشت شکل شیطان، پشت شکل شیطان. بله، آه عشق ورزیدم با صدای سیمین بهبهانی در این روز ولنتاین، روز عشق. خب یاد بیاریم از نادر نادرپور که 18 فوریه چند روز دیگر سال مرگ اوست و در ارتباط بسیار عاشقانه و صمیمانه‌ای که ژاله نادرپور همسر نادرپور با او داشت، در ماه می 1989 در دفترچه خاطراتم نوشته ای رو تقدیم ژاله بسیری کردم، ژاله نادرپور به خاطر عشقی که به این شاعر داشت. بریم اون رو براتون بخونم، ببینیم در دفتر خاطرات چی نوشتم تحت عنوان باد و آتش. عشق گوید راست میگویی ولی از خود مبین، من چو بادم تو چو آتش، من تو را انگیختم. ما ایرانی ها همواره همه پدیده های جهان را به گونه ای با 4 عنصر طبیعت، آب، باد، خاک و آتش همسنگ می کنیم و برای کنش و واکنش های مختلف تعبیرهای شایسته می یابیم. برای من رابطه بین زن و مرد در مقام همسری و همبالینی یا در مقام عاشق و معشوق نمادی از رابطه تنگاتنگ آتش و باد است. با نگرشی به فرهنگ غالب و الهام از سنت رایج جامعه خودمان می توان مرد را به آتش و زن را به باد تشبیه کرد. آتش و بادی که در هم می آمیزند تا زبانه بکشند و گرمی و روشنی بدهند. زن در پایگاه عنصر باد با توانایی های غیر قابل انکاری که در وجودش نهفته است می تواند گاه قرش سنگین طوفان باشد، گاه چرخش جان بخش و هستی بخش گرد باد گردد و گاه وزش رقص گونه ی نسیم. اگر زن طوفان شود و به جان آتش افتد، دردم و بی محابا چنان به خروشش می آورد که حرمش تر خشک را یک جا می سوزاند و حاصلی جز خفه شدن آتش و به جای ماندن خاکستر نمی دهد. زن اگر نسیم باشد و از کنار آتش بگذرد، ولوله‌ای در آتش نمی افکند که هیچ، از گرمای آن نیز جان می گیرد و از نیروی آن یارای زندگی می یابد. ولی اگر گردبادی مساعد گردد، به دور آتش حلقه می زند، آن را افروخته می کند، درش می پیچد و لهیب شعله هایش را با خود به بالا می کشاند. زن طوفانی را کمتر مردی می خواهد، چون توان مقابله با او را ندارد. زن نسیمی و اسیدی را گروهی از مردان دوست می دارند، چون وزش آرام نسیم روزگارشان را گرچه شیرین نمی کند، تلخی هم به همراه ندارد. ولی آن معدود زنانی که آگاه به نیرو و توان خیش آتش وجود خود را گداخته تر می کنند و به همراه خود حرکت و پرواز را برمغان می آورند، موجوداتی استثنایی هستند که نادر و کم یابند. آن که می داند کیست و چه در درون دارد، آن که می داند اگر بخواهد قادر از خود را بپروراند، ولی این همه را در برانگیختن دیگری به کار می گیرد. آن که می داند چگونه از قدرتی که می تواند با لغزشی مخرب باشد و با لرزشی کاستیزا سازندگی بیافریند. این یک انسان عادی نیست. آن که از خود بگذرد تا دیگری را جان دهد، همیشه و همه جا یافت نمی شود. اشتباه نکنیم، این ایستایی و پسرفتگی نیست که من در زندگی هرگز با آن سر آشتی نداشته و ندارم. این از خودگذشتگی، بی‌نیازی، ایثار و فناپذیری است. مردانی که در طول زندگی خیش چنین پیوندی را تجربه می کنند، به راستی بختیارانی هستند که معدودیشان قدر عاقبت عافیت خیش را نمی دانند. بسیاری نیز که می دانند به حکم سنت رایج و فرهنگ شرقی به روی خود نمی آورند، ولی منکران نیز نمی توانند بشوند.
بسیاری از مردان ما چنین زنانی در کنار خیش دارند. زنانی با قدرت و صلابت گردباد که به حکم عاشق بودن همه نیرو و توان خیش را در جان همراه خود می دمند تا آتش وجود وی را شعله ورتر کنند. این زنان جانانه عشق و محبت را به پای مرد خود می ریزند تا از او موجودی بسازند که قادر باشد روشنی و گرما دهد و شمع محفل گردد و این کاریست کارستان. زنی این چنین همه پیروزی های آرام را برای مردش طلب می کند. از محبوبیت وی سرفراز می شود، به او حسادت نمی کند، با غرور و سربلندی از مرد خود می گوید و پیروزی او را به شادی می نشیند. اگر این انتخاب آگاهانه و سر قدرت و توان زن سخن نمی گوید، پس از چه می گوید؟ قدر این ابرزنان عاشق را که خود توانایی و پیشرفت و رشد دارند ولی همه نورند و می تابند، همه ایثارند و می بخشند و در تمام عمر در سایه دیگری باقی می مانند، باید بسیار دانست. ای کاش مردان عاشق نیز چنین باشند. منم آن سال که رفت بادیه اش که باشد مقصدم آبادیه اش، ندارم وحشتی از گم شدن ها که باشد ره نمایم هادیه اش. سفر کردم به روی مرکب عجب درد و عجب درد. خدایا جمله از باب جنون هست، دلم مجنون از عالم برون هست، از آن ابرو اشارت خواهم که بن مایم دل دیوانه چون در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com. همین شنبه جشن روز عشق در برنامه کلاب 670 با تقدیم یک ترانه عاشقانه به شخص مورد نظرتون، اونو به قلب خودتون دعوت کنید. با تو هم با تو نازنی که یه همسفر با منی، از همین لحظه میتونید به ما ایمیل بزنید club670@gmail.com club670@gmail.com. چه خوبه همیشه ما با هم باشیم. منتظر ایمیلتون هستیم تا با پخش ترانه مورد نظرتون شبی خاطره انگیز برای شما و همراه عزیزتون به جا بذاریم. club670@gmail.com. شنبه شب 8 شب. تو خوشم، تو خوشی با دل من. یک هنرمند، یک اثر. یاران عزیز برنامه خانه دوست، بسیار خوشحال و مفتخرم که در این لحظه از برنامه، در این بخش از برنامه، مهمان بسیار عزیزی داریم، مسافری که این روزها مهمان شهر فرشتگان هست، از ایران به دیدار ما آمده و فرصت مغتنمی است برای دیدار او و گفتگو با او. مهمان گرامی این بخش از برنامه هنرمند عزیز خانم پری زنگنه هستند، کسی که چهرش، صداش و فعالیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشته برای همه ما آشناست و برامون عطر و بوی سالیان خوب گذشته و سال‌های اخیر رو همراه خودش میاره هرگاه که از ایران به شهر فرشتگان سفر میکنه. خانم پری زنگنه که همه شما با ترانه هاش و اشعار زیبایی که خونده صدای فوق‌العاده استثنایی که داره، سوپرانو، آشنا هستین. در سالهای فعالیت و کوشش خودش علاوه بر خوانندگی و علاوه بر تحصیل در این زمینه و ارائه موسیقی فوق‌العاده استثنایی، در کارهای دیگری از جمله نویسندگی و نوشتن کتاب مشغول بوده و از او کتاب‌های متعددی به نام آوای نام‌ها از ایران زمین، کتاب‌هایی که با آمیزه از وصف طبیعت و اهداف آموزشی برای کودکان و نوجوانان با نام‌هایی که سراسر زندگی روشنایی است از او دیدیم، از قبیل دنیای بزرگ کودکی، دهکده گل‌آباد، گل‌های خوب دوستی، یادی از تابستان ده، شاپرک قصه من، پری لارایی‌ها، کتاب برای این مجموعه کتاب‌ها و کتاب مجموعه اشعار کوتاه که دفتر کوچکی از آن به نام سخنی به خوشی از او به چاپ رسیده. اخیراً کتاب تازه‌ای از پری زنگنه چاپ شده به نام آن سوی تاریکی که در واقع اتوبیوگرافی حدیث نفس خود این بانوی زیباست، بانوی نازنین و هنرمند که با فعالیت‌هاش در زمینه کمک و همراهی به نابینایان گام‌های فوق‌العاده موثری رو در سال‌های اخیر در ایران و در جهان برداشته. از خود او در این زمینه میپرسیم چرا که کتاب آن سوی تاریکی رو پری زنگنه فردا در شهر لس آنجلس در شرکت کتاب برای دوستدارانش امضا خواهد کرد و فرصت مغتنمی است برای دیدار او و فشردن دستش و گرفتن امضای کتابش. خانم پری زنگنه، صبح شما بخیر. به همچنین بامدادتون خوش خانم سرشار عزیز.
قبل از هر چیز سپاسگزار هستم از این اظهار مهرتون نسبت به خودم، به ویژه با اون بیان زیبا روشن، کلمات بسیار محبت آمیز و مهرامیز و پر از سرهنگ. خواهش میکنم. من یکی از طرفداران شما هستم خانم پریزنگنه، کار هنرتون رو دوست دارم و همینطور بسیار به شما احترام میگذارم بابت همه فعالیت هایی که طی این سالها برای جامعه ایرانی در زمینه آشنا کردن جامعه ایرانی به معضلات و مشکلات نابینایان انجام دادید و همینطور کوشش هایی که برای کودکان نابینا در ایران میکنید و در واقع این کتاب اخیرتون آن سوی تاریکی بیشترین بخشش به این قضیه اختصاص داده شده و مجموعه فوق‌العاده خواندنی است از تمام اطلاعات و آگاهی‌هایی که لازم هست در این زمینه دیگران داشته باشند. به ما بگید چه شد که تصمیم گرفتید چنین کتابی رو بنویسید خانم زنگنه؟ چرا من خدمتتون بگم چقدر من وقت دارم برای این برنامه گفتگو؟ چند دقیقه هست که بله، ما تا ساعت 10 که 15 دقیقه دیگه مونده با شما هستیم. بله خواستم. چرا من این کتاب رو نوشتم؟ شک نیست که ما با در یک دنیای بسیار پر از مشکلات زندگی میکنیم. هر چقدر که جلوتر میریم با مشکلات زیادتری که خودمون برای خودمون میآفرینیم و گریزی هم از اون نیست مواجه هستیم. این زندگی ماشینی و این امکانات رفت آمده به این طرف و آن طرف مرزها در حال یک زندگی شلوغ و پر از فکر برای ما ایجاد کرد. ولی به هر حال من که مسئله نابینایان رو در این کتاب عنوان کردم، به هیچ وجه معتقد نیستم که همه مشکلات مسئله نابینایانه و همه باید مشکلاتشون رو مشغلشون رو کنار بگذارن و به نابینایان بیاندیشن. چنین نیست. ولی به هر حال معتقدم هر کسی در زندگی بالاخره سرنوشت، تقدیر یا خود او به سوی یک تخصصهایی میره یا تخصصهایی به دستش میاد، تجربه هایی به دست میاره که برای خوب دیگران رو آگاه بکنه. مسئله نابینایان مسئله همه دنیا نیست، ولی به هر حال بخشی است که به هر حال از زندگی دیگران هم جدا نیست. ما همیشه وقتی نابینایان رو در نظر میگیریم، من خب در این سالهایی که 30 سال خورده یه که در سر این تصادف ماشین با پیکان در تهران که شیشه هاش ایمنی نبود، من نابینا شدم و به هر حال توسط اطرافیان پزشک خودم به مدارس نابینایی تهران رفتم به این صورت که منو از ناراحتی‌های دیگران هم آگاه بکنم. به این طریق بود که من با جامعه نابینایان که هیچ اطلاعی نداشتم و هیچ کسی رو به جز هلن کلر نمی‌شناختم و اسمم این بود که آشنا شد. از همون اوان نابینایی به هر حال مشکلاتی هم برای خود من به علت عدم آشنایی اطرافیان با مسئله نابینایی به وجود اومد. این بود که از همون ابتدا تصمیم گرفتم که در این باره یادداشت‌هایی داشته باشم ذهناً و بتونم روز اینها رو کتاب بکنم. اگرچه همان موقع خب آغاز شهرت من در هنرم بود که خیلی خبرنگارا منو تشویق می‌کردن که راجع به نابینایان چیزی بنویسم، ولی معتقد نبودم به اون سبک یادآوری از نابینایی که به جز دلسوزی کاذب چیزی نبود. از این جهت بود که فکر کردم هر چقدر جلوتر می رفتم می دیدم من پخته تر می شم، ولی اطرافیان و اجتماع چیزی راجع به نابینا و نابینایی نمی دونن. و خب البته نابینایان خیلی پیشرفت کردن در همه جهان، ولی کسی به فکر ایجوکیت کردن یا آموزش، تجربه آموزی دیگران نبوده. از این جهت که من با شهامت این مطلب رو
روشن کردم و در این کتاب علاوه بر البته اجباراً چون میلی نداشتم که درباره خصوصیات زندگی خودم به خصوص بعد از نابینایی و همسرم و مسائل دیگر چیزی بنویسم، ولی ناچار شدم که به خاطر سندیت مطالب کتاب زندگی نامه خودم را هم بنویسم که یک سوم کتاب زندگی نامه منه، اگرچه در عناوین بعدی هم در هر زمینه من در کتاب حضور دارم. خودتون حضور دارین. بله، و سندیت و اون تجربه هایی که من آموختم در لابلای آموزش ها که خیلی روشن و سعی کردم که مشکل و غم انگیز نباشه، برخلاف اون چی که همیشه مردم نسبت به نابینایان فکر میکنن، آوردم. و مجموعه این کتاب همین مجموعه همه اون اندیشه ها و تجربه های من این کتاب شد، که البته میدونم میخواهید بپرسید که ببخشید من تون فشرده بدون که سرکار سوال کنید، چون میدونم سوالاتی که پیش میاد زمانش رو بخواهید. 8 سال مداوم در منزل در دفتر با 4 دستیار کار کردم به این شکل که شبها نوت رو بر می داشتم، نوت می نوشتم رو ورقه هایی که آماده شده بود توسط منشی های من، و روز اونها می خوندن و ادیت می کردیم، دوباره ادیت می کردیم. تحقیق کردم در این سالها از چند مدرسه بزرگ دنیا مثل مدرسه ولنتین های در پاریس، ترکینز در امریکا، مدارس مختلف اروپا دیدن کردم و به این کتاب اضافه شد. تحقیقاتتون و پژوهشاتون خانم پریزنگینی فوق‌العاده است، برای اینکه در این کتاب حدود 400 صفحه‌ای شما نه تنها همونطور که خودتون گفتید آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نابینایان رو آوردین، اسامی نام‌آوران نابینای ایرانی و همینطور نابینایان همیشه جاودان جهان رو با شرح حالشون آوردید که چقدر افتخار آفرینند همه اینها، حضورشون در دنیا در علم و هنر و دانش. و این تعجب میکنم که 8 سال طول کشیده، به نظر کار فوق‌العاده سنگین تر از اینی میاد و بتون بابت این واقعا شاد باش میگم، بابت این همه زحمت دستتون درد نکنه و کتاب فوق‌العاده خواندنیه، مخصوصا بخش هایی که در مورد خودتون صحبت میکنید اینقدر دلنشینه چون از دل بلند میشه. با اجازهتون یه تیکشو بخونم برای شما. خیلی ممنونم که قبلا مطالعه فرمودید. بله. این تخصص و مهارت شما رو در این برنامه و شخصیت فرهنگیتون رو نشون میده که چقدر آگاهانه قدم بر میدارید در معرفی افراد. بله. خانم پری زنگنه می نویسن: من به راهی رانده شدم که در سیاهی آن ستارگانی سوسوزنان مرا به صبح امید بشارت دادند و به طلوع خورشید و روزهای گرم زندگی دعوت می کنند. من گره های کور گشودم، من کور راه های دور پیمودم و همینک روبروی شما بر قله نور ایستادم، جایی که شما را میبینم که در تاریکی ها راه خود را نیافته اید، چراغی در دست ندارید، شاید هم نتوانسته اید روشنش کنید. بگذارید من با پرتوی که از این کتاب تابیده است راه را به شما نشان دهم و دست هایتان را که در این سالها چه مهربانانه به سوی من دراز شده است در دست گیرم. و واقعا این کارو میکنین خانم زنگنه، خیلی زیبا دست خواننده رو میگیرید، با خودتون به گوشه هایی میبرید که واقعا برای خیلی از کسانی که این کتاب رو بخونن میبینن که چه تجربیاتی بر انسانهایی، چون شما انسانهایی که حالا به هر دلیلی نابینا شدن و بینایی چشم از دست دادن، پیش میاد که بعضی موقع ها اجازه بدید با صراحت بگم بیشتر موقع ها نشان از ناآگاهی ما کسانی داری که با شما طرف هستیم، با افرادی چون شما طرف هستیم. و این کتاب خیلی زیبا همه این بخش ها رو باز میکنه و من واقعا توصیه میکنم به همه کسانی که اهل کتاب هستن این کتاب رو حتما بخونن. شما فردا چه ساعتی در شرکت کتاب هستم؟ من از ساعت 10 هستم، البته گذاشتن 10 تا 1 بعد از ظهر، 3 تا 7، ولی خودم به خاطر علاقه که به همه دوستان و آشنایان میدونم خواهم دیدشون فردا، اون 1 ساعت نهار رو هم خواستم بمونم در اونجا، بنابراین از 10 تا 7
ده صبح تا هفت بعد از ظهر هستم و خواهش کردم که چون خب مهمان هستم اینجا رفت آمد برای همه مشکل و تمام دیدارها رو در اونجا با عزیزانم انجام بدم در خدمتشون باشم. چقدر کار خوبی میکنید که فرصتی است، یعنی یک در واقع اوپن هاوس است به قول معروف برای دیدن دوستان. بله، و فرصت دیدن پری زنگنه، این بانوی هنرمند که با چهره و صدای ماندگار در ایران زمین یکی از نامهای پر افتخار هست. فردا یک شنبه 15 فوریه از ساعت 10 صبح تا 7 بعد از ظهر به گفته خودشون در کتاب فروشی شرکت کتاب در خیابان وست‌وود به دیدار پری زنگنه بریم و کتاب جدید او آن سوی تاریکی رو ازش بگیریم و امضاش رو در پشت این داشته باشیم که امضای ارزنده است. خانم زنگنه، یک کتاب دیگر هم در دست دارید نه؟ من و آواز. بله، من سرگذشت آواز من. کتاب هست. سرگذشت آواز من. من سعی میکنم خیلی تند و فشرده صحبت کنم. میدونید که هنوز کتاب در ایران هم پخش نشده و یک مراسمی به نام به هر حال متداول شده، این واژه روگشایی، رونمایی، بله، آقای علی دهباشی و کتاب سرا جداگانه میخوان بگذارن قبل از نوروز که کتاب معرفی بشه، ولی خب من به دلیلی که یک سفری به اروپا داشتم و به نیویورک میرفتم به نفع یک دختر نابینایی یک کنسرت برگزار کردم و در اروپا هم دانشگاه سوربن یک جلد کتاب رو دیده بود، دعوت کرده بود که برنامه‌ای در اونجا داشته باشم، یک توقفی در اونجا کردم، بعد به نیویورک آمدم و بعد آمدم به لس آنجلس که این همه کارها رو در یک سفر انجام بدم با همه خب سختی‌ها و به هر حال مسائل جانبی. ولی کتابی که در دست دارم خیلی هم علاقه دارم، اسمش هست سرگذشت آواز من، تایتل و عنوانش هست. بله. قبل از حرکت نقد کتاب که معمولا در ایران کتاب ها رو مطالعه میکنن و صحبت میکنن دربارش، از من دو انتقاد کردن که به نظر من خیلی هم به جا بود. شرکت نقد کتاب که رسما اعلام میکنه، اگه ازتون استدعا کنم که در 30 ثانیه این صحبتتون رو تموم کنید چون به ده نزدیک شدیم، گفتن چرا عکس‌های بیناییتون رو نذاشتین و چرا از هنرتون بیشتر صحبت نکردید. خب من عکس‌های بینایی رو گفتم شاید یه کمی مقایسه بخوان بکنن خوشایند نباشه، این رو نگذاشتم و درباره هنر هم گفتم که کتاب دیگری دارم که بسیار مفصل من درباره هنر آوازم، رفتن به هنرستان و تاریخ موسیقی کلاسیک در ایران نوشتم که انشالله در سفر دیگه بتونم به پایان برسونم در خدمت. با اشتیاق منتظر دیدار شما هستیم و کتاب جدیدتون. دوستان برای روگشایی کتاب خانم پری زنگنه آن سوی تاریکی فردا میتونید از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در شرکت کتاب به دیدارشون برید. با سپاس از شما خانم پری زنگنه و از وقتی که به من دادین و به امید دیدارتون، و سپاس از شما شنوندگان خوب و وفادار برنامه خانه دوست که همیشه ما رو تشویق میکنید با کلام و پرمهرتون. از هانیبال کارگردان فنی برنامه و مهمانان دیگر برنامه، سعیده رضایی، خانم دکتر سعیده رضایی، گلاویج معتمدی، هادی خرسندی، دکتر صدرالدین الهی، پری زنگنه و با یاد گرامی نادر نادرپور و صدای خوب سیمین بهبهانی. کلامی چند لحظه ای هم صدای خانم پری زنگنه رو میتونید بشنوید. میگوید خوشبختی زندگی شما را شیرین می کند، آزمایش شما را قوی می کند، اندوه شما را انسان می کند، شکست شما را افتاده می کند، پیروزی شما را درخشان می کند، ولی تنها عشق است.
که شما را نورانی می کند و به شما نیروی رفتن می دهد. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر به جز دل و پسی ها با تو باشد. هر صدای پایی صدای رفتن نیست. باز خواهیم گشت. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866 732 6832